این قاب بعد از بازی با سپاهان ثبت شد. حالا امروز پیرمرد آلمانی رو حتی به تمرین هم راه نداده. ظاهراً شفر دیگه باید خاطراتش با استقلال رو تو کتاب زندگیش جستجو کنه. امروز صبح مجیدی موقتاً سرمربی شد. البته اون شرط گذاشته فقط تا پایان فصل روی نیمکت میشینه. مدیرعامل استقلال هم نتایج ضعیف تیمش رو دلیل کنار گذاشتن شفر دونست. نتایج استقلال نتایجی در خور شأن باشگاه‌های بزرگ استقلال نبود. جدول به گونه‌ای رقم خورد که همه تیم‌ها برای ما بازی کردن ولی متأسفانه ما برای خودمون بازی نکردیم. من قبلا هم عرض کردم تصمیم احساسی نبوده. برای پیشبرد کار گرفته شده. تصمیم گرفتید فعلا آقای شفر معلق شد تا پایان فصل. میگن جزئیات قرارداد این مرد آلمانی هم پیچیده بوده. تو یکی از بندهای قراردادیش اومده باید زودتر از موعد دستمزدشو بگیره. تو بازی‌هایی که نتیجه نمیگیره هیچ کسی نباید اونو بازخواست کنه. حتی شنیده شده برای پسرش ساشا که اصلا سابقه آنالیزوری نداره طلب 250 هزار دلاری از آبی‌ها داشته. خودش هم که میگن قراردادش حدود 1,200,000 دلار بوده. ایشون بالاخره از باشگاه طلب دارن، قرارداد سال آتیشون هست. بررسی کردیم، جوانب کار رو در نظر گرفتیم که کمترین هزینه رو باشگاه بپردازه. امروز در اولین اقدام مجیدی گادوین منشا رو در اختیار باشگاه قرار داد و از تیم کنار گذاشت. مدیر عامل استقلال اعلام کرده که سال آینده هم قطعاً آبی‌های تهرانی از یک سرمربی خارجی استفاده می‌کنن. اما یه سوال به وجود میاد، آیا واقعا اینقدر عملکرد مربیان ایرانی بده که ما اصرار به استفاده از خارجی هایی داریم که در نهایت کلی پول باید براشون هزینه بشه و تیم هم نتیجه نگیره؟